درود به شما که دعوت کتابخانه ایرانیان رو پذیرفته اید. در آغاز از آقای علی رنجبر عضو هیئت مدیره کتابخانه ایرانیان درخواست می‌کنم که برای خوش آمدگویی تشریف بیارند. آقای علی رنجبر. با درود مجدد به دوستان و علاقمندان به فرهنگ ایران زمین و سپاس مجدد از اینکه دعوت ما رو پذیرفتی، از طرف هیئت مدیره و گروه توسعه کتابخانه ایرانیان به تک تک شما دوستان خوش آمد میگویم که ما قصد برپایی کتابخانه ایرانیان را به یک مرکز فرهنگی، هنری، تفریحی، پژوهشی داریم و در این زمینه دست یاری به سوی شما دراز کردیم. فردوسی شاعر ملی ما میگوید بیا تا جهان را به بد نسپریم، به کوشش همه دست نیکی بریم. نباشد همین نیک و بد پایدار، همان به که نیکی بود یادگار. همان گنج دینار و کاخ بلند نخواهد بودن مر تو را سودمند. سخن ماند از تو همی یادگار، سخن را چنین خارمویه مدار. و در آخر اضافه میکنی که فریدون فرخ فرشته نبود، ز مشک و ز انبر سرشته نبود، به داد و دهش یافت آن نیکویی. تو داد و دهش کن، فریدون تویی. متشکرم. ضروری است که تاریخچه مختصری از برپایی کتابخانه در جامعه ایرانیان سیدنی بازگو گردد. در ابتدا و در سال 1988 گروهی از ایرانیان فرهنگ دوست من جمله زنده‌یاد حسین مصطفی اقدام به برپایی کتابخانه ایرانیان در سازمان همیاری ایرانیان نمودند که پس از چند سالی به دلیل عدم تکافوی نیروی داوطلب به حالت نیمه تعطیل درآمد و تعداد زیادی از کتاب‌های آن نیز به کتابخانه بازگردانده نشد. سپس در سال 1997 و پس از درگذشت ناگهانی و تأسف‌آور زنده‌یاد خانم مولود کنعانی، ایرانیان سیدنی به منظور بزرگداشت این بانوی فرهیخته در صدد برپایی کتابخانه‌ای به نام ایشان برآمدند که آن هم در میانه راه متوقف گردید. بالاخره در فراخوانی که در سال 2003 از طرف سازمان همیاری ایرانیان انجام گرفت، به دنبال سخنرانی آقای محمد حسینی پور و مطالب مفید و مؤثری که ایشان در زمینه نیاز ایرانیان سیدنی به مکانی بزرگتر و آبرومندانه‌تر برای سازمان و برپایی کتابخانه‌ای برای ایرانیان ایراد نمودند، حرکتی چشمگیر آغاز و در فوریه 2005 با افتتاح کتابخانه ایرانیان در جوار سازمان همیاری ایرانیان به نتیجه رسید. کتابخانه ایرانیان با تعداد 1460 جلد کتاب فارسی که 350 جلد آن باقی مانده کتابخانه سازمان همیاری، 220 جلد آن کتاب‌های اهدایی برای کتابخانه خانم کنعانی و بقیه اهدایی ایرانیان عزیز بود، در اتاق کوچک افتتاح شد. افزایش روزافزون کتاب‌های اهدایی و استقبال روزافزون ایرانیان و فارسی زبانان باعث گردید که در مدتی کمتر از یک سال کتابخانه ایرانیان بنا به گفته استاد دکتر جلیل دوستخواه
از کتابخانه به کتابنبار تبدیل شود. در سال 2007 و با اتکای کامل هیئت مدیره به پشتیبانی و همیاری مادی و معنوی هممیهنان عزیزمان، محل کنونی را که اجاره آن دو برابر محل قبلی بود همراه با سازمان همیاری اجاره نمودند. امروزه کتابخانه ایرانیان با 860 عضو و بیش از 10,000 جلد کتاب، اسناد و مدارک سیاسی، فرهنگی و مجموعه کاملی از فیلم‌ها و سریال‌های تلویزیونی ایرانی به طور مسلم یکی از بزرگترین مراکز فرهنگی ایرانیان مهاجر در خارج ایران می باشد. بنابر اساسنامه کتابخانه، هیئت مدیره مرکب از 7 نفر برای مدت 2 سال در مجمع عمومی انتخاب می شود. هیئت مدیره کنونی خانم‌ها نیره صاحب اختیاری، نجیبه خانی کشاورز و آقایان احمد اکبری، منوچهر تیوال، سیروس رزاقی پور، علی رنجبر و حسام مصطفی‌زاده می باشند. کتابدارانی که داوطلبانه و بدون هیچ گونه چشم داشتی خدمت می نمایند خانم ها نیره صاحب اختیاری، نجیبه کشاورز، فتیه رزاقی پور و آقایان بهروز جلالپور، سیروس رزاقی پور، علی رنجبر، حسام مصطفی‌زاده، اسد حفشجانی و دکتر ناصر هوشمند می باشند. تعداد اعضا تا امروز 860 نفر و ساعت کار کتابخانه روزهای دوشنبه تا جمعه از 10 صبح تا 4 بعد از ظهر و تعداد مراجعین 30 تا 40 نفر در هر هفته می باشد. در طول 6 سال گذشته کتابخانه تنها با حق عضویت اعضا $25 برای شاغلین و $15 برای دانشجویان و دارندگان کارت سنترلینک، کمک‌های مالی افراد خیریه، مبلغ دریافتی از اجاره سالن، کرایه فیلم‌ها و سریال‌ها و درآمد برگزاری گاه به گاه برنامه‌های فرهنگی ادامه حیات داده است. هزینه ماهیانه کتابخانه به طور متوسط $1,500 در ماه می باشد. از دولت فدرال $5,000، $2,500 برای خرید لوازم و $2,500 برای هزینه عیاب و ذهاب کتابداران. کتابداران پس از مدتی از دریافت این کمک خودداری نمودند. همچنین دریافت مبلغ $1,600 و یک دستگاه کامپیوتر از شرکت IBM که البته این کمکی است که IBM به سازمانهای خیریه می کند که یکی از کارمندان IBM به طور رایگان و داوطلبانه در آن کار می کند. کتابخانه ایرانیان تاکنون از خانم سمینه باغچه‌بان با همکاری بنیاد فرهنگی ایرانیان در کمبرا، آقایان شمس لنگرودی، ناصر انقطاب، محمد
سخنرانی دعوت به عمل آورده است. آقایان فریدون تنکابونی، عزت مصلی‌نژاد، عباس سماکار و خانم تحریمه میرانی که توسط سازمان‌های دیگر فرهنگی سیاسی دعوت شده بودند از کتابخانه بازدید کردند. برای عده‌ای از هموطنان شاید این سوال مطرح شود که چرا کتابخانه و سازمان همیاری باید در یک مکان باشند. یک، تاکنون هیچ یک از این دو سازمان بودجه کافی برای اجاره محلی مستقل و جداگانه را نداشتند و این همجواری این امکان را برای آنان فراهم آورده است. دو، این همجواری برای مراجعین به خصوص ایرانیان تازه وارد بسیار مفید و موجب آسایش بیشتر آنان می شود، چون با مراجعه به یک مرکز نیاز خود را در مرکز دیگر نیز برطرف می کنند. امید است که با همت همگی شما بتوانیم محلی را خریداری کنیم و مرکزی به وجود آوریم که تمامی سازمان‌های ایرانی مانند کتابخانه ایرانیان در سیدنی، سازمان همیاری ایرانیان، کانون فرهنگی اکنون، انجمن فرهنگ و هنر ایرانیان و سایر سازمان‌های ایرانی زیر یک سقف قرار گیرند. به امید آن روز.